پادشاه عثمانی، پادشاه بعدی یهودیه. اولین کاری که میکنه حمله به ایران، اصلا جبهه رو چرخون به این طرف. شما ببینید جنکینسون وقتی بلند میشه میاد ایران به عنوان نماینده یهودیا، نامش وقتی میده به دربار صفوی ها، نامه رو به زبان عبری نوشته بود که شاه صفوی باش برخورد خیلی بدی میکنه، بعد این شاه باید حذف بشه. شاه طهماسب حذف میشه، شاه اسماعیل دوم میره سر کار. اولین کاری که میکنه پاسخ به حملات عثمانی هاست، دوباره درگیر هم میشه. این دو لبه قیچی رو فراموش نکنید. یک جاهای او به دنبال رسیدن به مطامع خودش داره این کار رو انجام میده. حتی دقت کنید، اگر واقعا ما قبول کنیم، اصلا فرض کنیم ما داریم برنامه‌ریزی میکنیم اصلا کل دنیا رو هم شیعه بکنیم، یکی از راهکارهای خوبی که نذاری همچین اتفاقی بیفته چیه؟ اینکه به شما ادبیات علمی و محترمانه رو ببرید تو فضای توهین و همین کاری که دو سه تا شبکه دارن میکنن. و من خودم تو این مطلب دستی بر آتش داشتم، کارم مناظره بوده، یک جا نشد من علیکم السلام، یک جا نشد بنده من یه خورده تند صحبت بکنم اثر من پیشو نبینم. هر چی با محبت پیشا صحبت کردم اثرشو بیشتر دیدم. این جریان اینا ادامه میدن. عزیزم شما شک نکنید، برنامه‌شون برای کشیدن بحث سلفی‌گری و تکفیری به ایرانه، ذره شک نکنید. اصلا این برای ایران طراحی شده، اصل پیکر مقاومت بدنش تو ایرانه. حزب الله سوریه اینا دست و پاهای ایرانه که باید بزنن اونا. اصل بدن اینجاست. میان به این سمت. ببین تو عراق چه خبره؟ بین عراقی ها یکیشون نیست بندگون خدا توی خانواده شهید نباشه بقولی. یه میدونید 20 نفر تو عراق نمیتونن اینجا جرأت ندارن جمع بشن که خلوچلی میاد خودشو منفجر کنه. خیلی خطرناکه دیگه. یکی دایش شهید، یکیش عموش شهید، یکی برادرش کشته شده، مادرش کشته شده. بعد من اونجا صحبت می‌کردم با این عراقی‌ها، می‌دیدم این همین شبکه اهل بیت که توهین میکنه، بعضی از اینا خوششون اومده بود. گفتم چرا خوشتون اومد؟ گفت دلمون خنک میشه، ما که نتونستیم دفاع کنیم، لاغر پوش میده دلمون خنک میشه. گفتم آها همین میخوام تو فوش میده اون میکشه. الان میدونید دیگه در عراق جریاناتی راه افتاده به دنبال تشکیل یک سپاه شیعی هستن برای تکفیر اون طرفی ها هست. حالا من اسم سپاهشون هم نمیبرم، یعنی به وجود آوردن، حتی مسلح هم شدن، چند تا عملیات هم انجام دادن. یعنی همینجوری که این سلفی ها سپاه دارن برای خوشون دارن میجنگن، اونا هم دارن همین کار رو انجام میدن که بیان با بسنن مسجد اهل سنت رو خراب کنن. دیگه یه آشوبی میشه که دیگه نمیتونی جمعش بکنی. بعد توی همچین شرطی حضرت آیت الله سیستانی میاد میفرماد که اگر کسی به اهل سنت توهین کنه، تعدی بکنه، دست رازی بکنه، به خانواده من توهین کرد. فکر کردی میتونه مثلا آیت الله سیستانی مثل این مردک قرضاوی که همسر دوم لیبیاییش گفت به خاطر ارتباطات این با موساد من ازش طلاق گرفتم، اون که شیعه نیست، که جمهوری اسلامی نیست، که لیبیه، لیبیاییه، بیاد به آی بریزید دفاع کنید از جهان اسلام، جهان تشیع در خطر است، هر که هر جا سنگی را با سر ببره، همین فتاوایی که همسال اینا دارن میدن. نه خیر، عقلانیت وجود داره تو مرجعیت شیعه. مراجع اهل سنت هم بودن، مفتی اهل سنت هم بودن، گفتن مراقب باشید توی عراق، تو سوریه، گفتن ماجرا آشوب میخوان بکشن، مراقب باشید. اما متاسفانه خیلی پولکی هم هستن. چقدر خرج داشته یه نفر بیاری برسونی به یه جایی بعد به وقتش برات فتوا بده؟ ابراهیم تمیمی تماس میگیره با شبکه دو اسرائیل، رسما میگه اسرائیل دشمن ما نیست، خیالتون راحت باشه، ما اصلا فقط میخوام شیعه بکشیم. ابو مصعب زرقاوی این عبارتی که استفاده کرد این بود: شیعه همچون خنجری است که سالها بر پشت جهان اسلام وارد شده، ما باید این خنجر رو بیرون بیاریم، این دستاشو بشکنیم. نجربو ابو مصعب زرقاوی مال منطقه زرقا، منطقه زرقا توی اردن، اردن مرز طولانی ترین مرز با اسرائیل داره، با خمپاره 60 میشه اسرائیل زد، یک گلوله تا حالا از اونجا شلیک نشد. علی اسرائیل
موش دایان میگفت، میگفت عجب مملکتی ساخته ایم، رئیس وقت رژیم صهیونیستی، عجب مملکتی، یه چشش هم کور بود و این دوزه دریایی این چیزا میبست، میگفت عجب مملکتی ساخته ایم، از لب مرز سربازهای مرزی اردن با چشم غیر مسلح مجلس ما را میبینند. اینقدر اسرائیل در اون منطقه باریکه، یعنی سربازی لغمرز باشده به چشم اون سقف مجلسشون ها، اون ستاد کل نیروی مسلحشون ها، اون مرکز موساد و فلان جور. یک گلوله شلیک نشد از اردن، 65% جمعیت اردن فلسطینیه، 65% جمعیت اردن فلسطینی الاصل هستن. چرا اتفاق افتاده؟ برای این که اون جریان تکفیر اونجا همه حواسا رو جمع چی کرد؟ تا جایی که فلسطینیه یادش رفته بعد برگرده خونش، از اردن بلند میشه میره سوریه به جنگه. خب شما که انقدر نگرانید که بخشایی از کشور عربی در دست غیر نمیدونم فلان نباشه، چرا نمید برنده جولان آزاد کنید؟ توهین‌های اینها کردن به اهل سنت، همین وهابی ها، اینا بیاد بر اهل سنت تبیین بشه، بگن نگاهشون در مورد شما اینه، امروز تو بهانه ای هستی که تو رو بندازن جلو شیعه، نه اونم به خاطر صرف فقط شیعه بودنش، به خاطر اینکه شیعه تنها تفکریه که دشمنش رو یادش نمیره، میدونه اصل دشمن و اصل جایی که باید فتح بشه قدسه. آقا رسول الله در اواخر عمر شریفشون برنامه ریخته برای فتح قدس، جنگ تبوک و جنگ موته اصلا به سمت قدسه و بزرگترین مشکلات پیامبر تو همین دوتا جنگ پیش میذارش. چنان شبکه منافقین و نفوذی ها در داخل مدینه مشکلات برای پیامبر به وجود آوردن که اصلا شکست خوردن الان کار. آقا رسول الله فرمود به خدا سوگند تو منابع اهل سنت هم هست، اگر 10 نفر از یهودیان شبه جزیره به من ایمان می آوردن کل یهودی ها مسلمان می شدن، در حالی که ما حداقل 50 نفر داریم که یهودی که مسلمان شدن. پس می فهمیم هیچ کدوم اینا مسلمان نشده بودن. کعب الاحبار کجاش مسلمان بود؟ کعب الاحباری که میشه نفر دوم، اول یا دوم فقهی دستگاه فتوای اسلامی در دوران خلیفه دوم، خود مستحضر هستید از مسببین اصلی کشتن خلیفه دومه. اینا بیا تبیین بشه، از دشمن مشترک صحبت بکنید. من رایفی پور گنبد رفتم سخنرانی، مهاباد رفتم سخنرانی، سنندج رفتم سخنرانی، زاهدان سخنرانی رفتم، بندر لنگه رفتم سخنرانی، جزیره خارک رفتم سخنرانی، نه همه اهل سنت هم. استان اردبیل شمالش اهل سنت داریم اونجا تو نمین اون طرف ها، اونجا رفتم سخنرانی. اکثریت غالبی هم که جمعیت صحبت بندرش هست بودن که بودن سنی بودن. به خود من یادم از مهابات داشتم میمادم بیرون، پسره بلنم که میگو باید بیاری بوکان سخنرانی، ما دیرم شد باید برگیرم ارومیه. برای چی؟ برای اینکه اونجا من دارم میام حرفو میزنم و دشمن مشترک رو دارم نشون میدم. شما بیا فردا شروع کن کاری داره آقا، بری بالای شروع کن توهین کردن، آی امیر مؤمنان اینجوری کرد، امیر مؤمنان اونجوری کرد. خب همه مردم دوست دارن جامعه که اکثریت شیعه، کسی هست بگه نه امیر مؤمنان خوب نبود؟ کافرا هم دوست داشتن. نه، اینجا گل به خودی زدن، بعضی متوجه نیستن، بعضی هم آمدانه دارن کار رو میکنن. میام ای که ره بستی میان کوچه ها بر فاطمه، گردنت را میشکست آنجا اگر عباس بود و اینا، دست شما درد نکن. یعنی نعوذ بالله امیران خوش غیرت نداشت؟ چه برداشتی تو داری ازی میکنی؟ کسی جرأت داشتی جلو امیران مومن بیسته؟ اسدالله الغالب در این شکی وجود داره؟ بحث علمی و تاریخی اون جداست، اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم. روی این مباحث دقیق باشید. اون دشمن مشترک ما امروز فهمیده خودشو قایم کرده پشت سر سلفی ها. این 3 مسجد رو گفتم، 3 مسجد اثرگذار در
ظهور مسجد کوفه، مسجد الحرام و مسجد الاقصا. مسجد الحرام محل ظهور، مسجد کوفه محل تشکیل حکومت و قدرت گرفتن، و مسجد الاقصا آخرین سنگری که فتح میشه و بعد اون یه تمومه. اینا همه لایه‌ها رو چیدن برای اونجا. مسجد کوفه رو دست دادن، دارن میخوان بیان برگردن بگیرن. عراق میبینی چه خبره؟ امریکایی‌ها یعنی مسیحای صهیونیست نتونستن مسجد کوفه رو نگه دارن. ایونجلیست‌ها رفتن عقب، دارن از صهیونیست‌های مسلمان استفاده میکنن، میگن برگردید برای ما بگیرید. مسجد الاقصاشون داره سقوط میکنه، کی براش دیوار دفاعی درست کرده؟ صهیونیست‌های مسلمان، نه صهیونیست‌های یهودی. صهیونیست‌های یهودی پشت دیوار اون ترسوان. آگاه کردن مردم بعد در دستور کار قرار بگیری، تو شبکه‌های اجتماعی یه سری اسمس ها میاد همینطور بر خودم میفرستید بیره. اشعاری که من شک ندارم پشت سر اینا جریانی که هستن اینا دارم میچینم. من اون کسایی که خیلی کار کردن توی حوزه دفاع از حریمان، ما انگوش کوچیکی اونا نیستیم، اما حداقلش من 245 246 نفر رو شیعه کردم خودم به شخصه، از هر اقلیتی بوده. یعنی والله والله به پیر و پیغمبر هم میرن مونه دوستان دیگه. شما بزرگواران، خیلی از شما بزرگواران کسایی هستن که سخنرانی حضور رو گوش دادن، جای شبهه باشه وای نمیستم، میام وسط دفاع میکنم. اما الان وقتی حرفا نیست، الان بنای اونا بر اینه که این فتنه وارد کردستان ما بشه، وارد بلوچستان ما بشه. مرزها رو همون زمان انگلیس ها یه جوری چیدن که شما نگاه کنید مرزهای ما دور تا دار اون همینطور یه جوری چیدن که اقلیت های مذهبی باشه، علی خصوص برادران اهل سنت. یک بنده خدایی تو کشور خودمون، حالا اینقدر ما ایرانی ها حاشیه سازیم که آدم میترسه حرف بزنه که بگن منظورش این بود و منظورش اون بود. یه بنده خدا یه صحبتی کرده بود یه جایی، یکی از این سلفیایی که دستگیر شده بود تو بازجویش خودش گفته بود ما میخواستیم جوانمون رو بشورونیم، میرفتیم سخنرانی رو پخش میکردیم. ریگی گفته بود، آقا بذارتون بگیم، ریگی گفته بود ما هر دفعه می‌خواستیم چهار تا جوان بشوریم بیان حادثه‌ای مثل تاسوکی و نمی‌دونم چی چی و فلان اینا رو به وجود بیارن سر ببرن، ما سخنران شما رو سیدی شما بودیم پخش می‌کنیم. بعد از سفر رهبری به استان کردستان که خیلی هم سفر خوبی بود و خود اهل سنت متوجه شدن که باید به دنبال مراجع نرمال شیعی باشن وگرنه جریان افراطی چه بلاها میتونه سرشون بیاره، یکی از سخنرانهای ما سیدیش در قطع 80,000 در کردستان پخش شد رایگان، توسط کی؟ توسط سعودی ها با پول عربستان سعودی. 80,000 سخنرانی داریم کنه از امیرالمومنین داره دفاع گفتن اینا اینه بگیر رو. از پاکستان طرف اومد تو دفتر ما، یکی از مدعاهای ما رو اسم میبرم یه تیکش گذاشت، گفت با همین ما داریم کشته میشیم، گفت این داره بلوتوث میشه تو پاکستان، با همین ما داریم تیکه تیکه میشیم. خب چه جو محبتیه؟ اینه حکایت اون محبت سجیکا که دیگه پنجاه بار گفتیم سخنرانی اومد ادعا کرد در بین عشایر بختیاری دور مسجد سلیمان که من شیعه هم، بعد گفت سیدم تو اساش برق داشت و اشعار همین الان هم برق ندارن، اون موقع این چه خبر بوده؟ زد اینا رو برق میگرفت، گفت جدم شما گرفت تمام سادات رو خونه نشین کردیم. کارش چی گفت؟ معرکه درست کردم، گفت برید سیدا رو بیارید اونا هم با اساشون بزنن منم با اسام میزنم ببین برق کیو میگیره. خونه نشین کرد، بعد اومد یه گروه درست کرد مثل طلویی ها. کارشون چی بود؟ با چوب میگشتن بین مردم میگفتن هر که مهر علی مینه دلسه صنعت ملی نفسی چه نسه، هر که مهر علی داره ملی شدن صنعت نفت نمیخواد. خب چی شد؟ این طرف دعوای ملی شدن صنعت نفت، اولین چاهای نفت در مسجد سلیمانه، اشایر همیشه غیور بودن جلوی انگلیسا وایستادن، بهترین راهکار اینه یک دیوار حائل درست بکنه از خود اینا، کسی جرأت نکنه سمت چاه نفت بره. به اسم چی؟ محبت امیرالمومنین. من اینجا برادران اهل سنت رو میگم این تیکه از صحبت من کات کنید اصلا بذارید براشون تو اینترنت، اینا تو کلیپ کنید پخش کنید.
امروز بارها اینو گفتم، اما خب بیشتر بازش بکنم. این همه کشتاری که علیه شیعه صورت گرفت، یک جمعه نگفتیم سنی ها دارن میکشن، کم هم نکشتن خدا شد، هر روزی که دارن کشتار میکنن، چه تو کشور خودمون بوده چه در عراق. روزی هست شما بمب گذاری نشنوید در یکم مساجد شیعیان، حسینی های شیعیان؟ ما اینا رو به حساب اهل سنت نگذاشتیم و نمیذاریم. اگه چهار تا فوشم یکی از این ور میده، تو هم به این حساب نذار، دنبال همین جریان عقلی پیش برو، وگرنه اگر خدایی نکرده آتیشی در بگیری، که انشالله در ایران با توجه به عقلانیت و اینکه مردم ایران توجیه هستن، گوش به فرمانن، حواسشون جمعه، این اتفاق نخواهد افتاد. اما بدونید خب بالاخره اینجا اکثریت چی از اقلیت، ماجرای خطرناک میشه. علمای اهل سنت باید اعلام براءت بکنن از اینا. متاسفانه بوده از مولوی های داخل ایران مصاحبه کردم با شبکه‌های وهابی. شما نباید اونو تیریبون خودتون قرار بدید. و اصلا دنبال اینه که بخواد بشه تیریبون شما. بعد دیگه جمع کردنش با شما نیستا، آتیش رو میندازید و دیگه نمیتونید جمعش بکنید. بعد تمام خونهای هم که ریخته بشه شریکید. امروز برید توی اینترنت بزنید میکشی خودتو با... همین آقای حدادی میگه من با امام حسین تموم شد دیگه، با امام حسین مطمئن بابا اومده پایین. الان یه غربی حسین دی رو توی نیویورک دیده، تو منهتن نیویورک دیده، میخواد ببینه امام حسین کیه. میگه امروز چه روزی اومدید شما؟ میگن عاشورا. میره تو اینترنت میزنه عاشورا، انگلیسی میزنه عاشورا، چی میاد؟ اگه جز عکس قمه شما چیزی دیدید بیاد به من بده. بعد این دیوانه ها چیه؟ اینا خودشون دارن میکشن، به من میخوان رحم کنن. بنویسید شیعه مسلم، مسلمان شیعه، ببین عکس چی میاد، چی میاد آقا؟ اگه جز غم زنی شما عکسی دیدید؟ بعد من نمیدونم چرا این همه امام حسین میشه براش کار کرد، عمدن میان چیو میکنه شاخص؟ غم زنی رو، که هر کیم جلو غم زنی وایسته بشه کی؟ ضد امام حسین، صهیونیست، نمیدونم کافر. من اینو میدونم که با غم زنی خیلی از کسی ممکنه دین پرگردن، هیچ اینا مسلمان میشه نه شیعه میشه. سنتی هم که شروعش معلوم نیست اصلا کجا بوده اولین بار، بحث سرش دیگه، این طبرستانی ها بودن رفتن زدن تو سرشون اولین بار، از مسیحی ها یاد گرفتن، چون مسیحی ها این کار رو با خودشون میکردن دیگه. عکسش تو سخنرانی قبلا قدیم نیست، 4-5 سال پیش پخش کردم نشون دادم، چیزی که حتی ریشش هم معلوم نیستش. آقا بیاد دستاتو داشته باش، سینه زنی تو بکن، هیئتتو داشته باش، نوه زنی، اگه کسی جرأت داره جلوی اینا بایسته. من نوعی من خودم به شخص تمام محرم و سفر پیرن مشکی از سرم در نمیرم هیچ وقت، نه اینکه مثلا بخوام حالا یه جایی هم ببینم مثلا بعض رو مینشینم میگم میشنم دارم میام بالا میبینم داره اینجا پا میگه کسیش فوت شده، مثلا توجیه نیستی بچه مثلا ماه سفر. حالا قدیما بیشتر هم پیرن مشکی از سرشون میکردن، تو سخنرانی وقتی اینو میشنم برای که شبه برطرف بشه میگم به هم پیرن مشکی قسم، پیرن مشکی برای محسن سلام کردم قسم، بفرمایید برای این برای امام حسین. یا والله ما هم پیرم مشکی قبول داریم والله فلان. یه مرجعی در عراق به اسم یعقوبی اومد بحث کرد که آقا چی خانوها پیاده راه افتادن میرید این برون بر پیاده روی اربعین میرید و نمیدونم چه خانوار رو خودتون دارید، این غم زنیاتون چی و فلان. ایشون دیگه در بحث مقابله با انحرافات عزاداری خیلی محکم اومد، یعنی یه جای دیگه حتی به اصلا آسیب زد، که همون هم مورد تایید ماها چی، من کسی نیستم بخوام از این مرجع ایراد بگیرم، اما نیست، یعنی حالا اون خانم هم بیاد تو پیاده روی میگه چه ایراد داره وقتی همسرش باشه، امنیت داشته باشه، شرط فراهم باشه، چه ایراد داره؟ چه داستان اینا تو عراق درست کردن، چقدر دست و سر و پا شکسته شد. خب عراقی که نفتشه که بردن، 9 میلیون بشکه تولید نفتش همش دست آمریکاست، 89% نفت عراق در قالب بدهی ها داره با آمریکا صاف میشه.
یعنی دوباره جنس بعد، یعنی همون جادایی که خودشون با موشک زدن خراب کردن به بهانه‌ای که داریم درست می‌کنیم دوباره پولشو می‌گیرن. 89 90 درصد هیچ. این نفتش اینه که بردن. صبح تا شب بمب‌گذاری اینجور چیزا دارن. یه مش شیعه دارن اونم می‌ذارن تو صد کلام می‌گه. ما در روایت داریم اگر شش تن نباشید پای سلفیا میرسه به کوفه. توی کوفه 12000 نفر سر می‌برن. نوامیس مردم رو برهنه میکنن، لخت مادرزاد میکنن تو شهر جدا همه چه جمعه میچرخونن. اگر شیشتون نباشید دیگه این اتفاق میفته. اما اگر فهمیدی با عقل نگاه کردی که الان سوریه جریانی که اگه این اونجا در برن ببین هیچ تیر ترکشاش میخوره به عراق، این نمیشه وحوشن برمیگردن کشور خودش اونجا رو میریزن به هم. این سلفیای تونس اومدن توی سوریه خورده جنگیدن خسته شدن برگشتن در اونجا توی کوههای تونس یه اردوگاه درست کردن، الان ارتش تونس رو اینو می‌جنگه. ولی کشور اروپایی از خداشونه دیگه. سناتور امریکایی همین دیروز اومده اعلام کرد تو مجلس توی کنگره امریکا اومده سخنرانی کرد گفته من واقعا این شرایطی که تو سوریه هست رو دوست دارم. جنگ سمت فرسایشی شدن رفته، اینا ریختن اونجا، ارتش سوری از اینور داره ضعیف میشه، از این طرف هم این آدمای بنیادگرای اسلامی تند و افراطی هم هی دارن کشته میشن، از کشور غربی هی دارن خارج میشن. الان تورهای سیاحتی و تفریحی که از اروپا به سمت ترکیه دارن میان دیگه بعد میگن. بعد آقایان امنیتی اینا نشه میگن اینا سلفی اینا. روسیه هم خوشحاله که بذارون چچنیا بیان برن اینجا بجنگن. یعنی اون کسایی که دنبال منافع مادیشون هستن خوب توجیهن. بعد من و شمایی که اینجا به سوریه و به فلسطین به دید ظهور نگاه میکنیم، به دید دفاع از مظلوم نگاه میکنیم، ما خودم بیایم آب رو آتیش نریزیم و نفت رو آتیش بریزیم. اسرائیلی که نه به شیعه رحم کرد نه به سنی، همونقدر که از فلسطینیا کشت از حزب الله و لبنان کشت. آمار به شما بدم برای عراقی ها با خودشون منشان صحبت میکنن، ما تا الان در عراق 4000 بیش از 4000 استاد دانشگاه ترور شدن. اصلا کسی نمیدونه کار کی بوده این وسط. اون میدونه میخواد سر در نیاره دوباره عراقی که 67% جمعیتش شیعه و غالبش مسلمان. این همون دست سرویس لاکامه که خیلی فکر میکنن از بین رفته که این طرف هم میاد شاهده بزرگوار هسته ایمار ترور میکنه. دشمن اصلی اسرائیل، نجاست و خباست و اون قده اصلی خود اسرائیل. این نباید فراموش بشه. در تند شدن علیه اسرائیل ذره‌ای ترمز نکنید و بیاید اگر ما بلد باشیم چهار تا سایت بزنیم، چهار تا شبکه ماهواره‌ای بزنیم، به اهل سنت رو توجیهشون کنیم، بگیم بابا کی بود تا دیروز داشت شما رو میکشت؟ چرا عربستان با اسرائیل کاری نداره؟ دلیل منطقی بری طرف میپذیره. احترام از سمت توی شیعه ببینه. من با یکی از برادران اهل سنت داشتم بحث میکردم، خودشم از من خواست تلفنی، گفتم ببین عزیز دل من، این صحابه که تو نام بردی، من این فرد رو به لحاظ علمی و تاریخی برای من اثبات شده که ایشون قاتل یکی از اهل بیت. گفتم اما به احترام این که من دارم با تو صحبت میکنم و بدونی من به عقیده تو احترام میگذارم، الان از لفظ جناب دارم استفاده میکنم قبل اسمش. بدون در عقیده من ایشون احترامی نداره، اما به احترام تو دارم این کار میکنم. خب اون فرد چی به خودش میگه؟ و یه آدم احترام برای من قائل. اینجا ما حواسمون جمع باشه. آقا نمیدونم 9 ربیع میشه یه داستان درست میکنه. 12 ربیع آقا رسول الله به دنیا اومده. طبق روایت چی؟ اهل سنت 17 هم روایت چی؟ ما. کدوم وحدت میخواد شکل بگیره؟ اصلا خلیفه دوم 23 ذیحجه ضربت خورده، 29 هم از دنیا رفته. چرا رفتی به ربی داره؟ بزرگترین ایده امامت و ولایت امامت امام زمان تو حاشیه قرار گرفت.
میرم میشینم توی جلساتی رکیکترین حرفا که اصلا شایستیش انسانی نیست که درش نه. اون شب رفع قلم دیگه رو به قلم برداشته شد، هر کسی دلش بخواد بتونه بگیر. یه حرفا چی چیه؟ گناه همیشه گناهه، حرف لغو همیشه لغوه. بعد که حرفم بزنی تو زده اهل بیتی، تو های برچسبات بگه که مثلا ما که نمیچسبیم، که بزنی کارا نکرده باشه و اصلا تو این بحثا ورود پیدا نکرده. من فکر کنم بیشتر از هر سخنرانی با موزه اهل بیت سخنرانی کرده. اینا رو توجیه باشید و توجیه بکنید. آقا من دارم برای دوستان اهل سنت زیاد دارم اسمس میخوام براشون بفرستم، اسمس از حضرت رسول بفرست. حالا چون برای سنی من اسمس میگه قال امیر المومین علی ابن عبی طالب اسد الله و قال شهاب الله و صادق امیر ملک کلام علیه السلام فرمودن دو نخه. از آقا رسول الله میفرستم او بر من از امیر المومین حدیث میفرست. یه جاهایی طرف رو انقدر هول میدن هول میدن هول میدن که به واکنش، چون گربه به تنگ آید ناچار به چنگ آید. دادم اصلا مال خودم شعری نبود، شعریش داستان سر همینه دیگه. بعد میگه که به خدا قسم او عمل قاطی می. ببین یه چیزی به این فکر بکنید، کسی که خودشو منفجر میکنه یعنی چی؟ یعنی خودشو 100% حق میدونه. یکی از اینا 50 تا شیعه کشته بود، 50 تا گرفته بودنش. بعد میگفتن تو چرا این کار کردی؟ حکم اعدامه. گفته بجنبید نام اسلام، من اصلا منتظر همین روزم بکشتم خودش پیغمبر. الان برید توی سوریه این داعش این گروه جدیدی که پیدا شدن جنازاشون با قاشق پیدا میشه، همشون به استثناء مثل اسلحه جنگیشون که همراهشون میشه قنقو یه قاشق هم دارن برای غذا خوردنشون نیستا. اینا میگن ما با این قاشق میریم و پیغمبر نهار میخوریم. عقاید بسیار مضحک اینا رو میدادم دست بزاره منطقه صحبت کنه. خدا با الاغش میاد شبای جمعه نمیدونم کاه بریزی رو پشته بود بند تنبون خدا اگه آویزون بشی فلان، خدایی که کوسه است موهای فرفری داره، خدایی که بحث شده که روی کرسی میشینه بالاخره روی صندلی میشینه صندلی بزرگتر یا خدا. کلی در مورد این کتاب نوشتن، چون از این طرف الله اکبر و از اون اگه بزرگتر بشه صندلی میشکنه. خب اومدن بحث کردن و اومدن گفتن الان یه اپسیلونی خدا بزرگتره که بعد خدا بزرگترین نعوذ بالله صندلی خودش. یه حرفای خدایی که از نور پا از ساق پاش نور میزنه بیرون، اینایی که کرویت زمین رو نقض کردن، یعنی بگید زمین کروی کافری. شما بیا همینا رو ببینید، گوجه فرنگی خوردنش نجس. چرا؟ چون قاشقونی شکل صلیب وسطش درست میشه. فوتبال بازی فوتبال باید عوض بشه، نباید یه دونه داور داشته باشه، دو تا دروازه هم نباید داشته باشه، چون فوتبال نیستش که یه دروازه باشه داورم نباشه، این چیز دیگه است. خب نباید اینجوری باشه. ببین چه فتاوایی اینا دادن. آها همینا رو آدم بیاره به خدا قسم همه اهل سنت میگه ما با اینا نیست، یکی نیستیم. من این همه دانشگاه میرم سخنرانی میگه به خدا ما با اینا ربطی نداریم. همین جهاد نکاحشون برای هفت جد آباد این وهابی بسته. جهاد رجال، جهاد انفس، جهاد محارم. الان تو سوریه خودشون از ترس خودشون در میرن. به خدا خودش نترسه خوشون دادن میگه هر مردی رو پیدا کنن دست میزن رو سرش سه بار تکبیر بگن و حلال بشه. خب اینا کجای فقه اهل سنت بوده؟ کجای فقه اسلامی هم چیزی بوده؟ نیست. ما جدا میکنیم اهل سنت رو، همینطور که اهل سنت ما رو باید از جریانات افراطی جدا بدونن. مراجع ما بلندگوی ما هستن، نه فلان آدمی که کف خیابونی حرفو میزنه. اشتباه نکنید، آیت الله سیستانی بلندگوی ماست در عراق. شما از کسی دیگه حرفی گوش نکنید. ایشون میاد میگه لا تقولوا اخواننا اهل السنه، نگوید برادران اهل سنت ما، بلکه قولو بگوید انفسنا اهل السنه، جانان ما اهل سنت، جان ما اهل سنت. همون روز اولی که زدن مسجد خراب حرمین عسکری رو خراب کردن این وحوش، 250 نفر تو روز اول کشته داد. این ماجرا در دعوای بین شیعه و سنی
اکثریت هم از اهل سنت، برای چی؟ برای شیعه اونجا اکثریت، اکثریت هم از اهل سنت. مسجدی بود در بصره، مسجد تله بود، یه مناره بود، زدن خراب کردن، ریخته بودن تو خیابون، یه کسان بهشون یاد داده بودن، مردم هم موج شور گرفته بودن، لا سنی بعد الیوم، ما بعد امروز که سنی نمیخوایم کشورم. آیت الله سیستانی اومد وسط ماجرا تمامش کرد. هنوز که هنوز مردم عراق به خاطر اینکه اینجا به حرف مرجعیتشون گوش میدن کشته دارن میدن و سرشون پایین. الان یه نفر علم کردن در عراق به اسم الصرخی. من یک هفته پیش بود با 150 تا عراقی یه جا جلسه داشتم باشون صحبت میکردم، میگفت ریخته عراق به همین بود. میگه سیستانی سیستانیه، فارسه، غیر عربه. بعد خدمت شما عرض بکنم که این ما مرجع عربی میخواد، دست گذاشته روی چی؟ بحث نژادی. بعد میگه دقیقا هم داره فتوای عکس میده. طرف اومد توی سخنرانی یمانی دروغین بود دیگه، تو اونجا عرض کردن اصلا اصالتا مال شر شیعه نشین نیست، این رفیق اودای پسر صدام بوده، اصلا سنیه. اومد امامه مشکی گذاشت، ازش حمایت مالی کرد امریکا، اومد علمش کرد، رسانه دارن، برنامه دارن، جالب الجزیره باش مصاحبه میکنه، العربی باش مصاحبه میکنه، برنامه شو پخش میکنه. مراقب باشید عزیزان، این فتنه، فتنه های بزرگ آخر الزمان بنده میدونم. ما اگر شیشتون باشیم، اگر توجیه باشیم، انشالله چه بس زور رو ببین کسی تو قطعی هست بده. اما اینا بیشباهت و صوفیانی نیستن، این سلفی ها خیلی شبیه هم مثلا گروه داعش، اصلا عقایدش رو میخونه باید روادو داری میخونه. بحث آخرم عرض بکنم، حالا با این سوالی هم که ما پرسیدم مرتبطه، این که ببینید اختلاف نظر بین مراجع چیز طبیعیه، بین فقها، بین مجتهدین طبیعیه، این باعث شکوفایی دین میشه، مثلا شکوهمندی دین تو همین اختلاف نظره، منتها در بحث اصول نیست. یعنی بگی مثلا بحث فروعاته. من خودم قبل از خدمت شما عرض کنم که حضرت آیت الله فاضل فوت بشن مرجع بندیشون بود اون موقع. مثلا من یکی از دلایلی که اصلا ایشون انتخابیام یه سری فتاوای خیلی خاص و دقیق بود که ایشون داده بودن، مثلا من خوشم میومد، مثلا خیلی عقلانیه فلان، نه که مراجع فتاوای خود اینه که غیر عقلانی باشه، نه، یعنی مورد پسند منه، من بر این مبنا رفتم تحقیقام کردم فلان. اما ببین الان مثلا بحثی که صورت گرفته، من یک سندی رو با این بحث ورود پیدا کنم اونم بگم، اینو توی سخنرانی قولشو میدم بعدن ویژه باز بکنم سندشو نشون بدم تک تک اینو بحث بکنم. در مورد بیت‌های شیرازی پرسیدم، خب اینا شبکه‌های مثل امام حسین و نام مرتبط با اینها هستن. ببینید یه برادر بزرگوار اینها داشتن به اسم سید محمد شیرازی که ایشون فوت هم شد. تو مؤسسه 13، تو سند 13 صفحه مؤسسه رند امریکا اومده بود که شیعیان به امامانشون حساسن، ما باید کاری بکنیم، خوب دقت کنیم، کاری بکنیم که سید محمد شیرازی همچون حسن مجتبی قلمداد شود که مسموم شد. دقیقاً همین یک سال بعد شایعه شروع شد که چی، جمهوری اسلامی شنو کشته، نمیدونم فلان کرده با. اصلا عکس ایشون وجود داره که وقتی امام نجف رفت به عنوان استقبال رفت کنار امام. آدم با سوادی هم بوده، همین که اشتباه نکنم کتاب دنیا بازیچه یهود هم نوشته همیشونه، با سوادی بوده، رو بحثی سر اون نداریم. منتها نگاه بکنید عزیزان، یکی دیگه از افرادی که به این بیت حالا اسم برده دیگه، اسم برده از این فردی مثل مجتبی شیرازی که ای توی لندنه، این پدرزن یاسر الحبیبه، همین شبا که فدکو زده، این اینها بدترین توهین ها رو علیه برخی از بزرگان انجام دادن. یعنی باور کنید تا اون تاریخی که این مجتبی شیرازی اومد این حرفا رو زد، حتی صهیونیستا به خودشون جرئت نکرده بودن همچین کلمه‌ای رو بزنن علیه مراجع شیعی. این وقت قوه شکست این جریان فکری. حالا من اون لندن نشیناشون رو دارم میگم، نه کل بیت شیرازی ها رو، اشتباه نکنید. وقت این جریان فکری با همون جریان فکری اللهیاری که الان توی امریکاست یکی. شما نگاه بکنید توهین‌ها اینا به آیت الله وحجت کردن که اصلا هم نمیتونه بگه.
آقای برجتی که اصلا برای چی اصلا به چی میخوای توهین بکنی؟ یعنی متوجه چی میگم؟ اینا اومدن خیلی توهین‌های بد جوری به رهبری نکات، برای چی؟ به خاطر اینکه بسته بود امسال هفته وحدت اومدن الان هفته براعت و تموم شد. اومدن میگن به جای به جایی که بریم قدس آزاد کنیم بریم بقیه رو آزاد بکنیم. ارزان هم شد، ارزان تام کنیم بریم بقیه رو آزاد بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ببین جهت اهل سنت به چرخ طرف شیعه، جهت شیعه هم به چرخ طرف اهل سنت. منطقی بحثا دقیق باشید. هر کسی تو هر لباس و هر چهره و هر جایی بود دیدید وحدت داره به هم میزنه، این یا عامله یا جاهله. یعنی میدونه عامله دشمنه یا جاهله. به حرفشون گوش نکنید، برخورد بکنید، روشنگری بکنید. سرتون درد آوردم، اصفهان سلامتی خودتون سلامتی.